بحث پیرامون پیشنویس جنجالی لایه جدای طلبی ممنوعیت پوشیه در دانشگاه های فرانسه انتقاداتی را در پیدا داشته است. به گزارش شیه وز به نقل از دیلی سباه چندین نماینده مجلس این اقدام را غیر مسمر و بیگانه با جامعه مسلمانان دانستند. ساکاهولی، عضو حزب جمهوری خواه امانوئل مکرون، هشدار داد که من دانش آموزان و والدین از خدمات عمومی و سفرهای مدرسه و جلوگیری از مشارکت آنها در فعالیت های فرهنگی و ورزشی در رابطه با هدف بسیار متناقض است وی که علیه جدای طلبان می جنگید اظهار داشت که این افراد عقب نشینی و انزوای جامعه مسلمانان را ترجیح می دهند بوریس بالود یکی از اعضای حزب سوسیالیست نیز واکنش نشان داده و گفته دانشجویان از خدمات عمومی استفاده می کنند و این سکولاریسم در مورد آنها صدق نمی کند پیرایو بولنازل عضو حزب اکتوگرج گفت ممنوعیت حجاب در دانشگاه به معنای این است که همه زنانی که از چادر استفاده می کنند مشکل ایجاد می کنند و این به این معنی است که ما فکر می کنیم این اسلام است که مشکل ایجاد کرده است قانونی در سال 2004 استفاده از علائم مذهبی را در همه مدارس فرانسه ممنوع کرده است اما این قانون هم اکنون در دانشگاه ها اعمال نمی شود به علاوه هیچ قانون منع داشتن هجاب در سفرهای مدرسه را در مورد مادران وزن نکرده است اما موارد متعددی وجود داشته است که زنان محجبه مورد آزار لفظی قرار می گیرند یا از آنها خواسته می شود فرزندان خود را همراهی نکنند این بحث با تقاضای الیکسیوتی عضو حزب راستگرا مبنی بر ممنوعیت پوشش در دانشگاه ها است.